سلام همگی، خوش اومدید به قسمت دیگه پرشن رپ نیوز. سلام، روحام هستم. سلام عزیزای دل، سهراب هستم. خوش اومدید به این قسمت. خب امروز اومدیم با خبر آزادی حمید صفت عزیز تا خبر احتمال تبرئه شدن امیر تتلو و خبرهایی از بتل جدید پوریا پوتک عزیز، با ما همراه باشید. خب میرسیم به خبر اول. همونطور که میدونید و تو هفته گذشته خیلی سر و صدا کرده، حمید صفت عزیز آزاد شده و خبر بخشیده شدنش همه جا پخش شده. بعد از اونم یه اتفاقی افتاده، این که عماد قوی‌دل یه واکنشی نشون داده به آزاد شدنش و یه واکنشی هم حامد فرد نشون داده. و گفتن که مثل اینکه همه اینا ساختگی بوده و برای درست کردن حاشیه بوده. البته عماد قوی‌دل همون روزای اول که حمید صفت عزیز دستگیر کردن هم این حرف رو زده بود و اینجا تقریبا حرفش اثبات شد و اومده بود که بگه من حرفام اثبات شده و پیش بینیم درست بوده. بریم ما هم استوری رو ببینیم و بگیم. خب محمد رضا شاهی عزیز درباره فعالیت‌های آیندهش یه سری توضیحاتی داد و درباره کنسرت آنلاین. بریم ما هم استوری ببینیم و بیاریم. بچه ها سلام میکنم بهتون، امیدوارم که حالتون ردیف باشه. خواستم چند تا خبر بدم. یکی اینکه قاب عکس ها نهایتا تا آخر خرداد یا اوایل تیر براتون ارسال میشه. این دیدار با بچه هارم که خودم خیلی منتظرشم، خیلی شرایط کرونا مساعد نیست، منم نمیخوام با تماس تصویری اصلا جایگزینش بکنم. خیلی دوست دارم ببینمتون، حتما تو اولین شرایط برنامه‌شو میشینم. و اینکه کنسرت هم برای اواسط تیر ماه فکر میکنم عملی بشه. برای خرید بلیط هم که گفتم بهتون از راگا مدیا میتونید اقدام کنید که براتون لینکشو میذارم. خیلی مخلصیم فعلا. خب یه سری استوری از رضا پیشروی عزیز داریم. یه ترک جدیدم توی اون استوری پلی شده و تقریبا رضا پیشرو عزیزم اجرا میکنه. بوی رضا پیشرو قدیم اومده قشنگ. به 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 به، بریم ببینیم اون بعده. یو اینجا سرزمین منه، تمام همینجاست. یو یو ولام که پاشم از این خواب فکر نکن جامونده برق و کاغذ هم ایران. یادم رفته کدومه خونه مادرم اینا، تو کدوم خیلی ها میگفتی با هم از ایمان. تو در در که نبود میچسبیدیم به سر، تو جنگ جنگ که نبود میخندیدید به هم. میتر با ترکشی بازم از این راه، باور نمی کنی به هم خورده حالم از این حال. از همین مسیر اول این آخری بار، این که روحای بدید و بیرون میکشم باز این جان. خب هفته گذشته هیپاپولوژیست خبر از دو تا همکاری خفن داده که یه دونش با خشار اسعار عزیزه و یک دیگه هم با لیتو. دو تا استوری داره که بریم ما هم ببینیم. البته خبری که راجب خشار اسعار عزیز گفته و گفته توی آلبومشه، یک بک استوری داره، اینه که چند وقت گذشتم خشار اسعار عزیز از هیپاپولوژیست یاد کرده بود و اسمشو گفته بود و گفته بود آرتیست خوبیه. صبح جاده با ماتیش بلانته و رفیقام تو تورنتو میسازن کارتل. باره میشه بانده چون ترکامو بامبه رو بازو مکمیله با ماریانا گرانده. خب میرسیم به یه خبر هیجان انگیز دیگه از پوتک عزیز. پوتک عزیز توی یوتیوبش اگه اشتباه نکنم خبر از یک بتل جدید میده با یک آرتیستی که اسمشو نبرده و گفته که به زودی این بتل شروع میشه. بریم ببینیم بقیه. یه رپ بتل دارم با یه نفر، اگه بفهمید کیه پشماتون میریزه. جدی دارم بدونم، ولی مطمئنم هیچکی نمیتونه حدس بزنه کیه. یه آدم فوق العاده محبوب، فعلا ویدیوشو شروع نکردیم به ساختن ولی حرفشو زدیم طرف مقابل اوکی داده. یه سورپرایز خیلی بوم تو راه، خیلی بوم. امیدوارم به نتیجه برسه. اسمشو نمیگم چون هر بار اسمو گفتم کنسل شده، واسه همین این سری دهنمو میبندم. خب یه خبر خوبم برای
دوستدارای بچه های زیرزمین این که نوید صدر عزیز خبر از مجموعه جدیدش داد به نام خشت، که گفت مدتیه که دارم روش کار میکنم و در برش دو تا استوری گذاشته و اونایی که حالا بچه زیرزمین دنبال میکنن، نوید صدر جزو خفنا و خوبای بچه های زیرزمینه. بریم با هم ببینیم دو تا استوری بیه. خب بتل بی پایان و بی انتهای بین آرش سرطان عزیز و بچه های پایدار هیچ وقت تمامی نداره و هفته گذشته آرش سرطان دو بار تیکه انداخته به بچه های پایدار، اولی به مدگل و دومی به خود عرفان، که البته مدگل عضو پایدار نیست اما همسر جیدال عزیزه که اونم عضو پایدار. خب هفته گذشته خبر از این شنیدیم که پاسپورت امیر تتلو بهش تحویل داده شد و اینکه اخباری از تبرئه شدنش توی ترکیه داره به گوش میرسه. حالا امیدواریم که این خبرها واقعی باشه و چون واقعا عالیه برای خود آرتیست و برای هوادارش. خب یه خبر دیگه از امیر تتلو عزیز داریم، این که تیم مدیریتی امیر تتلو به لیتو درخواست همکاری دادن و لیتو هم سریعا قبول کرده و این خبر از طریق دوتا آرتیست پخش نشده و ممکنه که 50-50 باشه، یعنی یا همکاری صورت میگیره یا نمیگیره، هنوز خبر نهاییش تایید نشد. خب یه خبر خوب برای کسایی که از رپ فارسی حمایت میکنن، کسایی که پک فیزیکی آلبوم زاخار اصلی رو خریده بودن، بالاخره این پک فیزیکی آماده شده و تک آهنگ ترک ماما از مسلک و مرژاک و سراب امجه عزیز به عنوان جایزه برای کسایی که خریداران آلبوم بودن به صورت پک فیزیکی توش قرار داده شده. بریم ما ببینیم. خب یه اتفاق جالب، ترسناک و نادر رخ داده، این که البته نادر به واسطه این که برای یکی از آرتیستامون این اتفاق افتاده، مثل این که توی آپارتمانی که نسیم زندگی میکرده و همراه بچهش همسایه پایینیشون واحدش آتیش میگیره و نسیم و پسرش توی واحدشون گیر میکنن. بریم ویدیوشو ببینیم. بیا که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید، دم همه تون گرم، سابسکرایب لایک و کامنت فراموش نشه، حتما کامنتاتون رو برای ما بنویسید و ما انرژی بگیریم. دم همه تون گرم، خیلی دوستون داریم، جاتون به قلب ماست. تا دور دیگر.